شد. شما الان یه ماشین پراید میخوایی بخرین دست دوم به 5,200,000 تومان قیمت زیر قیمت بازار باشه، زنگ بزنین اولین سوالی که میکنی و اگر واقعا قصد خرید داشته باشه اولین سوالی که میکنی اینه که آقا من کجا میتونم این ماشین رو ببینم؟ پس شما تو ماشین رو نبینین نمیخرین. اگه غیر از این بود خب میومدین اصلا یه موتورسیکلت 5,000,000 تومانی 4,000,000 تومانی شما نه تلفنی هیچ وقت این کار انجام نمیدین، نمیگه آقا این ماشین رو برای من بفرست، شما حساب بده پول بزنم به حسابت، یا بریم تو معذرخونه درجا بزن به نامم اونجا ببینیم ماشینم اونجا بیارم. میگیم آقا ماشینو من باید در نزدیک ببینم، به یه دونه مکانیک میاری، نقاش میاری، صافکار میاری، یه نفر میاری که حتما اون مو از نزدیک ببینه و چکش بکنه. پس بنابراین اگر شما تا زمانی که اون ماشینو نبینی این کار انجام نمیدی. چطور شد برای یه موتور 5 میلیونی، برای یه پراید 40 میلیونی 30 میلیون تومانی شما حاضر به این کار نیستی؟ یه ذره به منطق خودتون مراجعه کنین، فکر خودتون مراجعه کنین، اینقدر تحت تاثیرید صحبت‌های دیگران قرار نگیرید. امروز اگر فضای مجازی خوبه برای کسب و کارهای آنلاینی خوبه که شناخته شدن، مثل دیجیکالا، مثلا فروشگاه شهروند و خیلی مسائل دیگه، اونها ممکنه براشون خیلی خوب باشه ولی به درد شما نمیخوره، به درد شما نخواهد خورد. چرا؟ چون شما رو نمیشناسن، وقتی نشناسن میتونی اعتماد نمیکنن. یادمون باشه علت اصلی که مشتری ها با ما در تماس قرار میگیرن و میان سمت ما فقط و فقط اعتماده، نه اطمینان. اطمینان از این که از شما سود میبرن براشون مهم نیست. یادمون باشه که کانتکس اعتماد ضرره و کانتکس رضایت سوده. اونها ممکنه بارها و بارها از شما سود برده باشن و از شما راضی باشن ولی به شما اعتماد نکنن، به دلیل اینکه شما جواز نداری یا جای مکانش خاصی نداری یا شناخته شده نیستی. بترس از اینکه سندش، شکش یا اسنادش در اختیار شما قرار بده. و بارها اینو دیدین که حاضر نمیشن این حرکت انجام بدن تا جا شناخته شده نباشه، نمیان اسنادشون رو اونجا گرو بذارن یا در اختیار اون صاحب آژانس یا اون مشاور قرار بدن مگر اینکه بشناسنش. پس حالا که ما رو نمیشناسن در این وضعیت از طریق آگهی مجازی امکان نداره بیان معامله کنن. این یه اشتباه بزرگ اگه ما این فکر رو بکنیم، چون اونا کل زندگیشون نمیان روش قمار کنن، ریسک بکنن. پس حواسمون رو این قضیه باشه و بدونیم که تنها راهی که ما داریم برای ارتباط با مشتری‌ها یا فایلا ارتباط گرفتن با سازنده ها، مالکین و مشتریایی که قبلا داشتیم. یعنی اگه ما یه بانک اطلاعاتی قدرتمند شو با همون رو تماس بگیریم احتمالی که بتونیم معامله کنیم زیاده. و در کنارش هم یادمون باشه که تایممون باید برای آموزش استفاده کنیم، برای خوندن کتاب یا موارد حقوقی، مواردی که حالا لازم داریم، به اضافه استفاده از دیویدیوهای آموزشی. حالا اگه نمیتونیم تو کلاس بریم میتونیم دیویدیوهای آموزشی استفاده کنیم. پس این قضیه رو باید حتما حواسون باشه. حالا من در ادامه این چیزو لایو رو باز میکنم ببینم دوستانی که سوال دارن، اگه سوالی دارن بفرمایین که ما در خدمتشون باشیم. خب دوستان سلام کرد و امسال مسکن پرسیدن چطور میشه. خب ببینید وضعیت اقتصادی که ما داریم با در نظر گرفتن کمک هایی که دولت انجام میده و تحریم هایی که ما داریم و وضعیت تا آینده دلار و طلا و این تورمی که در پیش داریم، قطعا دلیل گرانی قیمت مسکن میره بالا. همین الان هم از دوستانی که ما حالا سوال کردیم و به ما گفتن، این دوستان به ما
از سراسر کشور سوال کردیم، گفتن قیمت ها بین 10-20% رو به بالا بوده، با وجودی که خیلی هم معامله انجام نشده. در همین هفته اول فروردین، هفته اول کاری، و همینجور قیمت ها رو به بالاست. پس بنابراین آینده اینه. حالا خب به دلیل بالا رفتن قیمت و پایین اومدن درآمد، خب قطعا این باعث رکود میشه، ولی قیمت ها بالا میره و در کنارش افرادی که پول لازمن افزایش پیدا میکنن، چون به دلیلی که نتونستن کاسبی کنن مجبور میشن ملک املاک خودشون رو به فروش برسونن. پس این هم میتونه فرصت باشه هم چالش. خب دوستان گفتن ممنون از توضیحات کامل و بجا. بله متشکرم. در مورد عکس کمیسیون صحبت بکنید. ببینید در مورد کمیسیون من بازم براتون تکرار میکنم، ما اگر 1000 تا قرارداد بنویسید، اگر 100 تا قرارداد هم بنویسید و این قراردادها ارزان بزرگ در اختیار شما باشه و چک هم حتی طرف بگیرین، طرف اگر راضی نباشه هم زیرش میزنه هم ممکنه بالاخره برکت نکنه و این باعث مشکل بشه برای شما و مشتری شما ناراضی بشه. بس بنابراین باید ما در مقابل کمیسیونی که میخوایم بگیریم حتما یه حرکتی بکنیم و حرکت هم محکم پسند باشه. ولی این دریافت کمیسیون یک زنجیره، در از ما یک زنجیره ای داریم. عرضم بود حضورتون که زنجیره‌ای که ما در اون کمیسیون رو دریافت میکنیم یک زنجیره به هم پیوسته است. در اصل از اون لحظه ای که مشتری میاد به ما مراجعه میکنه، این مشتری اگه درست شناسایی نکنیم، به تیپ و سر وضعش دقت نکنیم، اصلا تیپ و سر وضع آدم ها نشانه ثروتشون نیست، چون خیلی اصلا شما دیدین وضع آنچنانی ندارن ولی برج ها و ساختمان های خیلی زیادی دارن. ولی یادمون باشه آدمی که برای خودش خرج نمیکنه قطعا برای شما هم خرج نمیکنه. اگه 100 تا برج داشته باشه برای خودش وقتی حاضر نیست خرج کنه برای شما خرج نمی کنه. اگه یه وسیله حاضر نیست بگیره که شما بریم نه ملکی رو ببینین چطوری این آدم بعدا میاد 5 میلیون 100 میلیون شما کمیسیون میده، حتی دستش میلرزه برای این که حتی مثلا یک ماشین بگیره، یک اتومبیل کرایه کنه که شما بریم. خب و مسائل دیگه. بس برای کمیسیون خیلی مسائل پیچیده‌ای داره و در یک
معقوله نمی گنجه، ولی باید به نشانه ها حتما ما توجه کنیم. این نشانه ها خیلی مهمه. یه دوست دیگه پرسیدن که ویدیوی آموزشیتون با آونگ در سایت کام آموزش دادین چه تفاوتی دارند؟ آونگ در متوجه نمیشم. حالا یه همکاری ما با سایت هم داشتیم یک سال و نیم پیش دیگه، همکاری باشون نداریم. تفاوت ما مباحث خیلی مختلفی داریم. حالا اون مباحثی که اونجا گفتیم شد مثلا 60-70 تا فرموله، ولی یادتون باشه که ما 4000 تا فرمول املاک داریم. پس اون شاید یک گوشه خیلی ابتدایی بوده، یک کلاس ابتدایی بوده ما اونجا برگزار کردیم توی حالا سایت کامپس. این کل دانش ما نیست یا کل چیزی که شما میتونید اما یاد بگیرید نیست. اون یه گوشه خیلی جزئیه. مثل اینکه شما از 20 سال تحصیلتون سال اولشه در نظر بگیرید. اون یه سال اول هم حتی به حساب نمیاد. شاید 5% 3% موارد ما اونجا نگفتیم. پس اون حالا یه دوره‌ای بوده طی شده، ولی موارد بیشتر داریم، موارد جدیدتر داریم میتونید استفاده کنید. دوست دیگه در مورد فعالیابی توضیح میده، میگه توضیح بدین. باز ما بحث ارزم بزنیم. دوست دیگه گفته شمارتون رو بذارین. خب ما شمارمون توی اون قسمت تماس پیج هست. تو قسمت تماس پیج که بزنین شماره تلفن ما میاد 912-611-18-82. از اون طریق شماتون رو واتساپ با ما تماس بگیرید. دوست دیگه در مورد فعالیابی صحبت کرده. حالا من نمیدونم منظورش در مورد کل فایلیابی یا فایلیابی در وضعیت حال. اگه فایلیابی در وضعیت حال بهتون گفتم در با ارتباط با دیگران که قبلا شما رو میشناسن شما میتونید فایلیابی کنید. و اگر در مورد کلش میخواین صحبت کنید که تو این مقوله نمیگون دود، ما ایشالا در جلسه قبل ما توضیح دادیم، ولی بازم در جلسات آینده یک سعی میکنیم یه فصل کامل بزنیم در مورد صحبت کنیم. سرپا میگن شما اصلا دکترا ندارید. کیا میگن؟ کاشانی سریا میگن آموزشگاه آزاد داریم، مدرک آموزشگاهی آزاد داریم. خب عرضم به حضورتون مدرک آموزشی ما از وزارت علوم اینجا هستش، میتونین ببینین رو پیجمون هم هستش. مدرک دکترای دی بی ای، دکترای استراتژیک کسب و کاره و مدرک ما خارج از کشور بوده. یه مدرک ما خارج از کشور داریم در دانشگاه اونجا، ولی چون اون کشور نتونستن معادل سازی کنن در مقابل ما دکترای دی بی ای داریم. این مدرک ماست. حالا مدرک دیگه هم داریم. آموزشگاه آزاد که میگن، بله ممکن ما دانشگاهی از دانشگاه ما نرفتیم مثلا رشته بازاریابی اقتصاد بگیریم. ما رشته املاک هستیم. دکترای استراتژی کسب و کار در گرایش املاک داره. من چیزی هم اضافه تر از این نگفتم و ادعا هم ندارم. مدرکمون هم اینجا هستش. ما مقصد اینه اینجا گذاشتیم کسایی که میگن ندارین اینجا ببینین هستش. یه شماره رجیستر هم داره اینجا. شمارهش هست 108-60-75. شما میتونید تو سایت وزارت علوم برید بزنین رجیستریش میاد بالا.
سایتی هستش به نام vohec.ir، شما خیلی راحت میتونید برین چک کنید. بس اینم به نظر من یه سوالیه که حالا اصلا فرض کنید اصلا من بی سواد، فکر کنید مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگن که خب سواد نداشته و پدر مادرش هم در بچگی فوت کردن، ولی قرآن رو برای ایشون نازل کردن و در عرضم بزرگتون در اون اول آیه که رازه گفت بخوان، داری گفت من نمیتونم بخوان. گفت نه بخوان و ایشون بزرگترین شخصی هستش که دنیای کنونی ما رو متحول کرده. بس اینا زیاد ملاک نیست، ولی خب ما داریم. دکتر هم که میخواین اینجا هست، شمارش هم بهتون دادم، میرین توی سایت وزارت علوم چک میکنین. حالا من هم در رشته املاک تنها کسی هستم که مدارک فنی حرفه‌ای میتونم بهتون بدم. قطعا اون فنی حرفه‌ای و وزارت علوم اگر به من یه همچین امکانی دادن که ما به شما مدارک فنی حرفه‌ای بدیم، قطعا این خروجی اینه که ما مدرکشو داریم بدون چک کردن، که ما نمیتونیم به شما مدرک فنی حرفه‌ای در زمینه املاک بدیم یا کلاس و دانشگاه بذاریم. و قطعا هم چون دوستان ما قرار نیست که بیان تو دانشگاه، یعنی مثلا لیسانس و فوق لیسانس و هم خواهد دوره رو طی کنن، در دانشگاه های میان که آموزش آزاد داده میشه. اگر قرار باشه در دانشگاه برن که باید همون سلسله مراتب دانشگاه رو طی کنن. اینم از این سوال. بعد عرضم به حضورتون که شماره تلفن یه بار دیگه بزنین، گفتم براتون دیگه پروفسور خیلی ممنون متشکریم. دکتر در مورد اجازه بدین دکتر در مورد توضیح کامل به جای شما دکتر، خیلی ممنون. استاد میشه درباره فعالیتی گفتیم براتون، بعد عرضم به حضورتون دوستان، بعد دکتر هم فعالیتی یکم توضیح دادین گفتم براتون یکم، و بعد دیگه نمیدونم دوستان چرا بحث رو به حاشیه میبرن. بارها این سوال بی مورد مطرح شده. بله بارها اما پرسیدم، ما مدرک رو بهشون نشون دادیم، حتی شماره دادیم که میتونن برن تو سایت ره میخوا سعی میکنن تخریب کنن دیگه. حالا ما این دوستان شناسایی میکنیم، سعی میکنیم بلاکشون کنیم دیگه. نه یعنی شخص مشخصه، مثلا این املاک نوید کارش همینه، هر دفعه دوست داره یک صحبتایی اینجوری بکنه. نمیدونم حالا قصدش چیه برای چین گفت. تو اصفهان هم هستن، اتفاقا دوستمون آقای هرندی هم کاملا ایشونو میشناسه و من گفتن که ایشون زیاد از طرفداران شما نیستن، ولی خب هر دفعه میان تو لایوهای ما یه سوال اینجوری مطرح میکنن. حالا شاید قصد سوء نیت داشته باشن، نمیدونیم بحثشون چیه. حالا به هر تقدیر ادامه بدن بلاکشون میکنیم، مشکلی نداره. این املاک نوید کارش همینه. تو اصفهان هم هستن یا آقا پسر جوونی، هر دفعه تو هر بحثی که ما میاییم تا انجام میدن. حالا به هر صورت ایرادی نداره دیگه، اینجا یه تریبون آزاده. عرضم بزرگتون دوستان از کلاس ها گفتن. بعد استاد برای سایت آپارتمان بهتر دوبلکس، من از کرمان هستم. آپارتمان بهتره یا دوبلکس؟ فرقی نمیکنه. ببینید ما در همین توضیحاتی که دادیم، سیستم مدیریت کیفیت، این سیستم مدیریت کیفیت ارزم به حضورتون یه سیستمیه که سیستم ذهنیه، مدل ذهنی
بیشتر از این مدل این باشه که شما دنبال این باشین که یک مکانی رو سازین یا این چه دپارتمان شما نتیجه میگیریم. ما اینمون بارها انجام دادیم استاد. از ساخته آبا اونم که گفتیم براتون برای این دوست تو کرمان بعد ارزم بزرگتون دوست دیگه ای سوال کردن. بله استاد نوشتن پیرو صحبت بعضی از مشتری ها برای کمی سون بعد قرار بعد قرارداد میزنن زیر حرفشون از شما راجع به کار چیه؟ ببینید ما هر چقدر هم که بخواد از اینا مدارک بگیریم باشون قرارداد جالب بنویسیم یا چک ازشون بگیریم، باز اینا اگر بخوان بزنن زیرش میزنن زیرش. شما تنها کاری که باید انجام بدین اینه که عرضم به حضورتون طرفتون رو بشناسید، داریم با کی معامله میکنید. مهمترین قضیه اینه که شما بدونین که این طرف شما کی هست. شخصتون رو باید بشناسید، این شخصی که دارین باش معامله میکنید چه تیپی داره، چه وضعیتی داره، وضعیت مالیش چطوره، آیا روزی که میخوایم برین سرویس یا میخوایم برین کارشناسی یا خواهیم برین ملکی بهش نشون بدین یا ملکی ببینین طرف و سروز مناسب اومده، آیا حاضر به هزینه کردن برای شما هست، آیا درست جواب شما رو میده، آیا واقعا درک میکنه نسبت زحمات شما، درک صحیح داره. ببینیم آیتم های زیادی هست چه برای فروشنده چه برای خریدار. پس اگه ما اینا رو در نظر نگیریم حتما دوچار مشکل میشیم. یعنی اگر مثلا فرض بکنین یه آدمی بیاد که اومده میگه آقا شما وسیله نداری با هم بریم، خب این روز اول میخواد وسیله شما، شما بگی نه نداریم، زنگ بزن آژانس بیاد بگه نه من پول به آژانس میدم 5 تومن 10 تومن حاضر نیست بده، خب چجوری انتظار داریم بیشتر به شما کمیشون؟ ببین به نشانه ها اگر شما توجه نکنید قطعا
هر چقدر ما در زمین دریافت کمیسیون کارمون رو سفت بکنیم و به اینا بخوایم جنجال بکنیم، باز